نوروز روزی که توسط یونسکو به عنوان میراث فرهنگی و معنوی بشر به ثبت جهانی رسیده است. امسال در بسیاری از کشورها با امید به برقراری صلح و دوستی جشن گرفته می شود. مؤسسه وان ویژن هامبورگ با برگزاری جشنواره فرهنگی در این شهر تلاش می کند در روزهایی که جهان درگیر جنگ و نفرت پراکنده است، فضایی را برای تبادل فرهنگ و دموکراسی ایجاد کند. تصمیم گرفتیم برای این که برای دموکراسی که ما میشناسیم، دموکراسی که به ما این امکان میده که این آزادی و این در واقع صلح وجود داشته باشه، ادامه پیدا بکنه، این برنامه جشنواره بین‌المللی رو درست کردیم که به تمام ملیت‌هایی که حداقل در آلمان هستند، سال‌های سال زندگی می‌کنن، این امکان رو بدیم در کنار هم با هم صحبت بکنن در یک محیطی فوق‌العاده زیبا در قلب هامبورگ، همدیگر رو ببینن، با هم صحبت بکنن، از همدیگه چیز یاد بگیرن و برای اینکه به همه بگیم در واقع هر چقدر تنوع بیشتر باشه ما قوی تر هستیم و این رنگ ما هستش که ما رو به هم دیگه ارتباط میده. در کنار غرفه و تصاویر مربوط به ایران میتوان انگاره ها و لباس های مردم افغانستان را مشاهده کرد، کشوری که این روزها نقض فاحش حقوق بشر را تجربه میکند و زنانش از نابرابری و تبعیض رنج مضاعف میبرند. نمایشگاه بین‌المللی هستش، دو هدف مهم ما اینجا تعقیب میکنیم، بمون دلیل غرفی از افغانستان داریم. یکی بحث این که در یک حضور بین‌المللی بین بخصوص فرهنگ های مختلف تقریبا جهان حضور داشته باشیم، این بحث برمان مهم است و بحثی که در آمد آمد نوروز قرار داریم و ما از یک فرهنگ بزرگ نیاکان پارسی از نوروز و به استقبال این نوروز این نمایشگاه راه اندازی شده، با کمال افتخار اینجا حضور داریم. زنای افغان که اینجا زندگی میکنیم کوشش میکنیم زنای افغانستان برشان یک چهره بتیم، زبان از او باشیم، صدای از او باشیم و بتانیم بر مردم اروپا بگوییم که طالبان را به رسمیت نشناسن، بر از اونا بگوییم که زن افغان چقدر رنج میبره فعلا و زن و زنان افغان، دختران افغان نمیتونن درس بخونن، از صنف 6 به بالا اجازه درس خواندن ندارن، اجازه تحصیل ندارن، اجازه کار ندارن و قانون باید ما بشکنانیم با طالب، قانون طالبانی را به افغانستان. و من فکر میکنم در این جشنواره هر قدر افغانا و ایرانی ها بیاین از کلچر و کلتور باستانی ما صحبت کنن، درباره نوروز صحبت کنن، درباره کلچر ما، درباره موسیقی ما، مردم میتونن درک کنن که چقدر ما کلتور فرهنگ بالا داریم. جشن نوروز و برپایی آن در هر کشوری با آداب و رسوم مردم آن کشور گره می‌خورد. در ایران در روزگاری نچندان دور شنیدن صدای ساز و دهل در کوچه ها نوید بخش آمدن بهار بود و حال سال هاست که به گفته دانیال خانیپور نماینده پارلمان هامبورگ برگزاری این آیین به یک مبارزه تبدیل شده است. جمهوری اسلامی اونجایی که ما میدونیم دوستای اختلاف بین ما را بندازه، یک دوم از اونم میخواد ما تاریخمون رو یادمون بره، واسه همین برنامه‌های فرهنگی در کل و مخصوصا نوروز که هممون پشت با هم دیگه جمع میشیم یه شانس خیلی بزرگی هستش. فامیلایی که با هم دیگه دعوا دارن، کسایی که اختلاف‌های سیاسی با هم دیگه دارن، پلو هم جشن نوروز جمع میشن و کنار هم هستن. واسه همین خیلی شانس بزرگی هستش این جشن‌ها که یادآوری هم بکنیم به دولت‌های خارج که این فرهنگ ما چقدر تاریخ طولانی داره و چقدر تاریخ زیبایی هم داره. مؤسسه وان ویژن امیدوار است درست زمانی که دنیا درگیر جنگ و نفرت و مهاجرت است، این جشنواره فرهنگی بتواند تعصبات را از بین برده و فضایی را برای تبادل فرهنگ، دوستی و آزادی ایجاد کند.
سارا دماوندان، صدای آمریکا، هامبورگ.